در واقع میتونیم این نتیجه رو بگیریم که این نفوذ و این به قول هر سلطه رو که زن پیدا کرده به واسطه موقعیت او در خانه هست، چرا که عمل تقسیم غذا و تقسیم خوراکی ها رو در بین فرزندان خودش داره و همچنین زن پاسخی به نیازهای مرد هست و مرد بیدونه که این زن رو به خاطر تأمین کردن بخشی از نیازمندی هاش در اختیار گرفته و اگر اون نباشه ممکنه که در برآورده کردن یک سری از خواسته هاست مرد ناتوان باشه. کمان که ما میبینیم مثلا در جزایر لوهرگز رئیس قبیله هیچ موقع دست به کاری نمیزنه مگر اینکه همسر یا مادر او این کار رو به القا کنن و یا اینکه مثلا در قبایل ایروکوی حق زنان در شورای قبیله دقیقا برابر با حق مردان قبیله هست. زنان همیش مردان هم تا همین رو من بودن که حق انتخاب رئیس قبیله رو داشتن. همه اینها صحیحه ولی اینها جزء عوامل نادر به حساب میاد. بیشتر قبایل اولیه زن رو خیلی شبیه به برده میدونستن. ناتوانی متناوبی که از حیز دیدن برای زن فراهم میشه و او رو از حمل سلاح عاجز میکنه و همچنین مصرف نیروی وی از لحاظ زیستشناسی برای حمل و شیر دادن به کودکش، همه از عواملیه که او رو با مقابله و همپایگی با مرد باز داشته و ناچارش کرده که در تمام طبقات اجتماع، در اجتماعات اولیه و چه در اجتماعات مدرن، به همون رده پستی خودش اکتفا بکنه. نباید تصور کرد که با پیشرفت مدنیت مقام زن هم به تدریج بالا رفته. من با مثال باید گفت که وضع زن در یونان در دوره پریکلس بسیار پستر از وضع زن در میان اندیشمندان آمریکای شمالی بوده. حقیقت آن اینه که زیادتر بودن حس همکاری زن در تغییر وضع اجتماعی او بیشتر مؤثر بوده تا تربیت فرهنگی مردان و ملاحظه جهات اخلاقی. در دوران شکار ورزی بغیر از تعقیب شکار بقیه کارهای یک خانواده بر عهده زن بود و خب اون بود که وظیفه داشت که از فرزندانی که به دنیا آورده مراقبت کنه، غذا بپزه و خوراکی آماده کنه، در مزارع کار کنه و مرد بیشتر اوقات خودش رو به استراحت و تن‌پروری می‌پرداخت. یا مثلا به هنگام حرکت قبیله مردان که می‌بایست منتظر دفع حمله‌های احتمالی بودن فقط سلاح رو هم می‌کردن و بقیه ساز و برگ‌های خانواده رو زنان هم می‌کردن و در قبایل گوشمندها هنگامی که زنان تاب و توان ادامه مسیر رو نداشتن اونها رو به حال خودشون رها می‌کردن و به راه خودشون قبایل ادامه می‌دادن. و خب میگن هنگامی که در کنار نهر ماری در استرالیا بومیان دیدن که بر گاوها بار گذاشتن، این طرز فکرش هم به وجود اومد که این گاوها زنان نسل سفیدپوست هستن. اختلاف مقاومتی که اکنون میان زن و مرد دیده میشه و در اون روزها چندان قابل ملاحظه نبوده بیشتر از لحاظ شرایط زندگی و محیطه و از لحاظ فکری و عمقی چندان قابل ملاحظه و توجه نیست. اگر از ناتوانی های زیستشناسی زن چشم بپوشیم، در آن هنگام از حیث بلندی قد، بردباری و چاره اندیشی و شجاعت دست کمی از مرد نداشته و مثل زینت و تجمل یا بازیچه جنسی مرد به اون نظر نمی شده، بلکه به عنوان حیوانی به اون نگاه می شده که نیرومند بوده و می تونسته ساعتهای درازی از روز رو انجام کارهای دشوار بپردازه و هرگاه ضرورت پیدا می کرده در راه فرزندان و عشیره خودش تا حد مرگ می جنگیده و مبارزه می کرده. یکی از رؤسای قبیله چیپوا گفته که زن برای کار آفریده شده و میتونه به اندازه دو مرد بار ببره یا بکشه.
زنی که برای ما خیمه میزنه، لباس میدوزه و ما را شب‌هنگام گرم میکنه. ما هرگز بدون اونها نمیتونیم از جایی به جای دیگه نقل مکان بکنیم. زنان همه کار میکنن و برای غذا خوردن به چیز کمی قناعت دارن، چون کارشون دائما آشپزیه. در سالهای سخت و قحطی به این اندازه خوش بودن که انگشتان خودشون رو بلیسن. در اجتماعات اولیه قسمت اعظم از ترقیات اقتصادی رو زنان انجام دادن. مثلا زن بوده که در کشاورزی تونسته پیشرفت کنه و چیزهای زیادی رو تولید کنه، و یا مثلا از پنبه که یونانی ها اون رو درخت پشم نامگذاری کردن، همین زن اولیه بوده که نخستین ریسمان رو و بعد از اون نخستین پارچه رو تونسته بدوزه، و یا مثلا به احتمال فراوان هنر کوزه‌گری و هنرهای مثل فن دوخت و دوز رو زنان بودن که به وجود آوردن. و خب به تدریج میشه گفت که مرد رو هم به عنوان یک حیوان اهلی وارد زندگی خودشون کردن و آداب اجتماعی رو که بنیان روانشناسیه به مرد تعلیم دادن. هنگامی که صنعت و کشاورزی پیشرفت پیدا کرد و مفصل‌تر شد، سبب به دست آمدن آیدی بیشتری شد و جنس قوی‌تر در این راستا تونست استیلای خودش رو وسعت بده. با توسعه دامداری منبع تازه ثروتی به دست مرد افتاد و به این ترتیب زندگانی نیرومندتر و باثباتتری رو به وجود آورد. حتی کشاورزی که در نظر شکارورزان عصر قدیم عملی پیش پا افتاده به شما میرفت، در پایان کار مرد رو به تمامی به طرف خودش جذب کرد و سیادت اقتصادی رو که برای زن از این عمل حاصل شده بود از چنگ اون بیرون آورد. زن تمام هنگام حیوان رو اهلی کرده بود، مرد این حیوان رو در کشاورزی به کار انداخت و به این ترتیب سرپرستی عمل کشاورزی رو از آن خود کرد و در دست خود گرفت. و مخصوصا چون گاو آهن اسباب خیش زدن زمین شد و نیروی عضلانی بیشتری به کار اومد، خود این عمل انتقال سرپرستی کشاورزی رو از زن به مرد تسهیل کرد. باید اضافه کرد که زیاد شدن دارایی قابل انتقال انسان، یعنی همون ارث، از قبیل حیوانات اهلی و محصولات زمینی بیشتر به فرمانبرداری زن کمک میکرد، چرا که مرد در این هنگام از اون میخواد که کاملا وفادار باشد تا کودکانی که به دنیا می آیند و میراث می برند فرزندان حقیقی خود مرد باشند. مرد به این ترتیب پا به پا در راه خواسته خودش با سایر موجودات پیش رفت و خب چون حق پدری در خانواده شناخته شد، تونست که در برابر حق مادری به پیروزی برسه و خب اون تسلط بر خانواده رو مرد بر عهده گرفت. و خب دیگه ما دیدیم تا اون زمان خدایان به صورت زنانی رد می شدن، همیشه از اول جای خودشون رو به خدایانی دادن که بیشتر به شکل مردان ریشدار بودن، که همون برگرفته از رئیس های قبیله و شیوخی بود که در اون زمان وجود داشتن. و خب در اطراف این خدایان حرمسراهای رد می شد که مردها خودشون در حالت عادی آرزوی داشتن چنین مکانی رو برای عیش و نوش خودشون داشتن.